اروپا میگوید بر سر توافق هسته‌ای با ایران با امریکا همصدا نمی‌شود و همچنان به آن توافق پایبند است. ولی تا کی می‌تواند در مقابل فشارهای امریکا و تحریم‌های شدید آن علیه ایران مقاومت کند؟ موضع بریتانیا به خصوص بعد از نهایی شدن خروج آن از اتحادیه اروپا در مقابل این توافقنامه و به طور کلی در مقابل ایران چه می‌تواند باشد؟ لورد دیوید اوئن مهمان من در این برنامه سیاستمدار قدیمی و برجسته بریتانیا است که در زمان انقلاب ایران وزیر خارجه بریتانیا بود و حالا به عنوان عضو مجلس اعیان همچنان سیاستمداری است با نفوذ. او اخیراً در کتابی زیر عنوان سیاست خارجی بریتانیا بعد از خروج از اتحادیه اروپا به بسیار از این مسائل پرداخته است. نظر او درباره سیاست بریتانیا در خصوص ایران زیر تحریم شدید امریکا چیست و آیا بریتانیا می تواند و می خواهد به توافق هسته‌ای با ایران پایبند بماند؟ لورد دیوید اوئن خوش آمدید به برنامه. خوشحالم که اینجا. شما در کتابتون زیر عنوان سیاست خارجی بریتانیا پس از برگزیت یک فصل کامل رو به خاورمیانه اختصاص دادین. همینطور بخشیش رو مشخصا به ایران و توافق اتمی این کشور با پنجه به اضافه یک اختصاص دادین. آیا انتظار اینو داشتین که دونالد ترامپ از این توافق خارج بشه؟ پرزیدنت ترامپ actually withdraw from the agreement. I think I did. بگمانم بله. من اوج گرفتن دونالد ترامپ در فضای سیاسی آمریکا رو به دقت زیر نظر داشتم. یکی از ویژگی‌های جالب توجه شخصیتش اینه که وقتی قول میده در مقایسه با سیاستمدارهای دیگه خودش رو متعهد میدونه که اون رو عملی کنه. و در طول مبارزات انتخاباتیش کاملا روشن بود که حاضر نیست این توافق رو بپذیره. Indeed, you actually you were not very optimistic. You said it in your book that no one. درسته، در کتاب هم مشخصه که خیلی خوشبین نبودین. نوشتین که هیچ کس انتظار نداره که ترامپ و دولتش با این توافق کنار بیان. اما برای امریکا آسان نخواهد بود که بر سر این موضوع به شکل یک جانبه با ایران مذاکره مجدد بکنه. While looking at it. From what the foreign secretary of ولی می‌بینیم که مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا 12 شرط برای ایران تعیین کرد. 12 شرط خیلی خیلی سخت. خیلی‌ها معتقدند که تحقق این 12 شرط عملاً به تغییر رژیم در ایران منجر میشه. سوالم اینه که آیا دونالد ترامپ واقعاً قصد مذاکره و گفتگو داره؟ President Trump won't. Does President Trump want to negotiate? I think he does, and I. فکر کنم بله. به نظرم وقتی میگه به دنبال تغییر رژیم نیست، بهتره که این رو بپذیری. البته این احتمالاً نظر و خواسته شخصیشه. توی دولتش و در میان اطرافیانش احتمالاً کسایی هستن که تغییر رژیم رو میخوان. همینطور گروهی از مردم آمریکا. 3 از رؤسای جمهور پیشین به دنبال تغییر رژیم بودن، ولی بیشتر آمریکایی‌ها دارن به این نتیجه میرسن که این سیاست جواب نمیده. فقط سرنگون کردن یک رهبر نیست. مثلا لیبی و قذافی رو در نظر بگیرید و وضعیتی که بعدش به وجود اومد. قرار بود بدون اعزام نیروی نظامی به اونجا مسئله حل بشه، ولی نشد. در عراق و افغانستان نیروی نظامی هم مستقر شد، ولی باز هم جواب نداد. به گمانم روز به روز بیشتر مشخص میشه که چنین دخالت‌های نظامی غیر سازنده است. فکر می‌کنین افرادی مثل جان بولتون و جولیانی که برای تغییر رژیم تبلیغ می‌کردن متقاعد شدن که این سیاست جواب نمیده؟ فکر نمی‌کنم اهمیتی داشته باشه. به نظرم تا وقتی که پرزیدنت ترامپ در مسند قدرت سیاست خارجی رو خودش تعیین می‌کنه. یادم میاد که جان بولتون کره شمالی و لیبی رو با هم مقایسه کرده بود. ترامپ بلافاصله خودش رو از این دیدگاه کنار کشید و بولتون رو با خودش به سنگاپور نبرد و به جاش پومپئو رو مسئول مذاکره با کره شمالی کرد. به نظرم خیلی سخته که تو این دولت کار کنی و دیدگاه متفاوت از نظر ترامپ داشته باشی و همچنان بتونی نفوذت رو حفظ کنی. معتقدم که بولتون در موارد بسیار زیادی با ترامپ هم نظره و برای شغلش فرد مناسبیه.
هیچ کس نمیخواد ببینه که مشاور امنیتی کاخ سفید یا وزیر خارجه دیدگاه‌های کاملا متفاوتی با رئیس جمهوری دارن، چون چنین چیزی باعث سردرگمی و هرج و مرج زیادی میشه. به خصوص در مورد ترامپ اهمیت زیادی داره که اطرافیانش عمدتاً باهاش هم عقیده باشن، ولی خب البته در همه زمینه‌ها باهاش موافق نیستن، که البته خدا رو شکر. فکر می‌کنین که اروپا به اندازه کافی تلاش کرد که متقاعدش بکنه که از توافق خارج نشه؟ بله، فکر می‌کنم این کار رو کرد. حتی وقتی که نخست وزیر ما برای اولین بار به واشنگتن رفت و باهاش دیدار کرد، این موضوع رو کاملاً روشن کرد. بعدتر امانوئل مکرون هر کاری از دستش برمی‌اومد انجام داد و در دیدار ترامپ از پاریس سعی کرد رابطه شخصی مناسبی با ترامپ ایجاد کنه و موفق هم بود. ولی اینکه بتونه متقاعدش کنه، فکر کنم هیچ کس نمی‌تونست، چون او کاملاً عزمش رو جزم کرده بود. عملاً هیچ کدوم از کارها و اقدامات اوباما رو دوست نداره و ابایی هم از ابراز این موضوع نداره. کسی نیست که برای ادامه سیاست خارجی قبلی به کاخ سفید رفته باشه. از یک نظر این برای ایران شانس و فرصت محسوب میشه، چون اگرچه نقطه نظرات شخصی زیادی داره، ولی عملاً با سیاست ها و مسائل بین ایران و آمریکا که در طول 30-40 سال گذشته مملو از بی‌اعتمادی و ناخشنودی بوده درگیر نبوده. Bad feelings over the last 30-40 years. Yeah. How do you see the role? نقش عربستان سعودی و اسرائیل رو در هل دادن ترامپ به سمت موضع گیری در مقابل ایران چطور می‌بینی؟ به نظرم نگرانی اصلی همین جاست. بحث شکاف بین سنی و شیعه در خاورمیانه، و در این زمینه کوچکترین تردیدی ندارم که بریتانیا نباید به هیچ وجه خودش رو درگیر کنه. ما نباید با طرفداری از یکی از طرفین به این اختلافات که به اندازه کافی زیاد هست دامن بزنیم. بنابراین وارد این موضوع نمیشم. شکی در این زمینه وجود نداره. به نظرم ترامپ در این زمینه آماده گفتگو باشه. فکر نمی کنم هیچ وقت ایران مرکز توجه اصلیش بوده باشه. این واقعیت که میخواد ریاست جلسه در شورای امنیت رو شخصا به عهده بگیره، به این معنیه که باید اسناد و مدارکی رو بخونه و بررسی کنه تا درک بهتری از موضوع به دست بیاره. و اگه شناخت بهتری به دست بیاره، اون وقت احتمال برخورد معقول تری هست. و اگه به برخورد معقول تر برسه، اون وقت احتمال توافق هست. و وقتی پای توافق در میون باشه، خیلی در موردش فکر میکنه. ترامپ در مورد دستیابی به توافق نقطه نظراتی داره و معتقده که توانایی زیادی در این زمینه داره و شاید هم همین طور باشه. نمیشه همینجوری با هر حرفش مخالفت کرد. اگه چند وقت پیش با من مصاحبه میکردی و به هم میگفتی ترامپ میتونه با رئیس جمهوری مکزیک در مورد تغییر شرایط پیمان نفتا به توافق دو جانبه برسه، بهت میگفتم حتما شوخیت گرفته. ولی حالا میبینم که از این توافق دو جانبه به عنوان اهرم فشاری روی کانادا استفاده میکنه تا شرایط نفتا رو که ازشون راضی نیست تغییر بده. نباید احمق حسابش کرد. دست کم گرفتنش اشتباه خیلی بزرگیه. وقتی وارد موضوعی میشه، قضیه جدی میشه و خودش هم موضوع رو جدی میگیره و از مهارت‌های مذاکره و چانه‌زنی که بهشون افتخار میکنه استفاده میکنه. شاید بهتر باشه ما همین مهارت‌ها رو دست کم نگیریم. احتمال دیدار با آقای روحانی رو هم رد نکرده. نه، اگه پرزیدنت روحانی بخواد، اون حتما باهاش ملاقات میکنه. مطمئنم که آقای روحانی منتظر نظر و نصیحت من نیست، ولی اگه من بودم حتما میدیدمش. تماس مستقیم برای ترامپ خیلی مهمه. روش کارش همینه. عموما توی ملاقاتاش کس دیگه ای نیست. با کلی کاغذ و توصیه نمیره. خودش میره با ایده هاش و نقطه نظراتش و مسائلی که باهاشون مشکل داره. ولی اولین موضوع مهم براش اینه که آیا میتونه با طرف مقابل ارتباط برقرار کنه یا نه. بنابراین مهم و لازمه که باهاش کار کنیم، ولی البته نه به طور اختصاصی. و به همین دلیل خیلی خوشحالم که اتحادیه اروپا به همراه چینی‌ها و روس‌ها خیلی محکم سر موضعشون موندن.
و به همین دلیل که حضور همه 5 عضو دائمی شورای امنیت اهمیت زیادی داشت، چون این تقریبا آخرین چیزی که برامون مونده. خود شورای امنیت عملا تأثیر چندانی نداشته، بنابراین هنوز هم کار گروهی هر 5 عضو با هم امکان پذیر. ولی با وجود همه اینها الان آینده این توافق به شدت در خطره. فکر میکنین اروپا و بریتانیا تا کی بتونن جلوی فشار آمریکا مقاومت کنن و از برجام حمایت کنن؟ I'm a little apprehensive about this Security Council meeting. راستش کمی نگران این جلسه شورای امنیت هستم، چون به هر حال داره جلوی چشم دنیا برگزار میشه. ممکنه بیشتر جنبه تبلیغاتی و روابط عمومی داشته باشه، ولی به هر حال داره برگزار میشه. همانطور که قبلا هم گفتم، کاملا موافق این هستم که دونالد ترامپ با موضوع ایران درگیر بشه. همزمان به شدت طرفدار گفتگوی ولادیمیر پوتین با دونالد ترامپ هم هستم. معتقدم که این دو باید برای استراتژی به راه حلی برای مسئله خاورمیانه تشریک مسایی کنند. البته من باشم همیشه بحث هسته‌ای رو در پس زمینه مذاکرات مرتبط با خاورمیانه نگه می‌دارم. ما این قدرت رو داریم. به نظرم چین، روسیه، فرانسه و بریتانیا میتونن اطمینان حاصل کنن که این موضوع در پس زمینه گفتگوها مطرح خواهد شد. و بعد با پیشرفت مذاکرات در مورد خاورمیانه کار برای همه طرفا ساده تر میشه و میتونن مواضعشون رو روشن بگن و برای ایران هم دستیابی به روابطی دوستانه با همه همسایگانش در خاورمیانه آسان تر میشه. این دقیقا همون چیزی که آمریکایی‌ها دنبالش هستن، البته مگر اینکه معتقد باشیم که اونها دنبال تغییر رژیم ایران هستن. موضوع اینه که در ایران هرگز یا دست کم در طول عمر من نمیشه انتظار داشت که دین به طور کامل از حکومت جدا بشه. این موضوع دیگه جا افتاده که نمیشه به عقب و شرایطی برگشت که مذهب هیچ نقشی در حکومت نداشته باشه. ولی کاهش نقش مذهب در حکومت به نظر من اهمیت زیادی داره و تقریبا اجتناب ناپذیره. بنابراین سوالی که مطرح میشه در مورد سرعت این رونده. در دنیای مدرن و امروزی کاملا غیر قابل قبوله که نهاد مذهب به نمایندگی از یک کشور مذاکره کنه. بنابراین آیت الله ها باید آماده باشند که آهسته ولی پیوسته عقب نشینی کنند. به این ترتیب گفتگو خیلی ساده تر میشه. اما مشکل اصلی اینه که نظامی ها الان قدرت زیادی پیدا کردند و مزه قدرت هم رفته زیر دندونشون. حالا کی میتونه اونها رو پس بزنه و برشون گردونه به جایگاهی که بر اساس قانون اساسی تعریف شده؟ این کار فقط از رهبر ایران یا جانشینهاش برمیاد که رابطه حکومت با نظامی ها رو باز تعریف و تنظیم کنند. نظامی ها در ایران بیش از حد قدرتمند شدن. And I'm sure you've been following the situation in Iran. And now, after the reimposing all these sanctions by the Americans against Iran, and also withdrawing from the. مطمئنم که وضعیت ایران را دنبال می‌کنیم و حتما می‌دونیم که نتیجه خروج آمریکا از توافق اتمی و برگرداندن تحریم‌ها تا حالا این بوده که آقای روحانی که رئیس جمهور میانه رو شناخته می‌شد و به دنبال ایجاد روابط دوستانه با غرب و سایر کشورها بود، عملاً به سمت محافظه‌کارها هل داده شده. ممکنه راستش اونقدر عمر کردم که روزهای پایانی اتحاد شوروی رو یادم بیاد. شاهد روندی بودم که همه سعی می‌کردن بفهمن کی به کیه و کی مقصره و هر کسی دقیقاً چه کار می‌کرده و این جور حرفا. در واقع ما جزئیات روابط داخلی حلقه اصلی قدرت در ایران رو نمی‌دونیم. ولی ایران باید خودش رو تطبیق بده. سالها طول کشید تا انقلاب جا بیفته و دلیلش هم جنگ عراق و ایران بود که متاسفانه همه ما در اعلام موزمون در زمینه معرفی عراق به عنوان متجاوز تأخیر و تعلل داشتیم، در حالی که باید این رو به موقع و به روشنی اعلام می کردیم. و البته من همون موقع این کار رو کردم. اما رابطه من با ایران فراز و فرودهایی داشته و خب اونا من رو به عنوان یک خاطی می دونن، چون من از شاه پشتیبانی کرده بودم. البته منظور از شاه دولت قانونی ایرانه. موضوع رابطه دولت هاست. فرقی نمی کنه. در مورد دولت ترامپ هم همینه. مهم نیست که کاراش رو تایید می کنیم یا نه. به هر حال دولت ما باید با هر کسی که رئیس جمهوری ایالات متحده است از نزدیک کار کنه.
بنابراین هیچ شک و تردیدی نیست و همیشه هم گفتم و در طول 30 سال گذشته همیشه آماده گفتگو با هر مقام ایرانی بودم. ایران کشور بزرگ و مهمیه و باید با هم همکاری کنیم. پس هر چه زودتر بهتر. It's a great country. We have to reach an accommodation and the sooner the better. And obviously you recommend that the Iran. خب شما توصیه میکنین که ایران و آمریکا باید بالاخره با هم مذاکره کنن. Not only should they talk. But America must recognize that these were long and complicated negotiations and just as we recognize. نه تنها باید مذاکره کنن بلکه آمریکا باید متوجه بشه که روابط و مذاکرات رو پیچیده‌تر میکنه. ما دونالد ترامپ رو به رسمیت میشناسیم. همونطور که رؤسای جمهور قبلی رو هم به رسمیت میشناختیم و باهاشون کار میکردیم. ترامپ باید بفهمه که نمیتونه به دور کردن از هر آنچه که پیش از خودش اتفاق افتاده ادامه بده. اینجوری باشه به روابط آمریکا با بریتانیا هم لطمه وارد میشه. لازمه که هر از گاهی این موضوع بهش یادآوری بشه و هر جا که زیاده روی کرد ما موضع قاطع و اصولی بگیریم. و در مورد موضوع هسته‌ای تا اینجای کار بریتانیا واقعا موضع قاطع و اصولی خودش رو حفظ کرده. اختلاف نظر ما با ایران بر سر اینه که از نظر ما غیر منطقی نیست که همزمان با اینکه در مورد موضوعی گفتگو می‌کنیم و یا به توافقی رسیدیم سایر جنبه‌های روابطمون رو هم بررسی کنیم و اگه عیب و ایرادی دیدیم برطرفش کنیم. خب ایران در سوریه حضور نظامی داره، در موضوع لبنان و اسرائیل نقش داره و خب این موضع ایران قابل قبول نیست به همین سادگی، چون این رفتار به استقرار صلح در خاورمیانه کمک نمی‌کنه. خب ایران ممکنه بگه ما حق داریم که تصمیم بگیریم از سوریه حمایت کنیم یا از دولت لبنان به خاطر شیعیان زیادی که در اون کشور زندگی میکنن حمایت کنیم. بله کاملا درسته، اما نه با حضور نظامی و این چیزی که باید در موردش به تفاهم برسیم. در تصویر بزرگتر خوشحالم که این روزا کسی درباره گفتگوهای خاورمیانه بدون حضور هر دو کشور ایران و اسرائیل حرف نمیزنه. اگه این دوتا یا یکیشون نباشن نمیشه به صلح رسید. به همین دلیل ولادیمیر پوتین واقعا شایسته تقدیره، چون تنها رهبری که به طور مداوم با همه طرف‌های درگیر دیدار و گفتگو کرده، دائم با نتانیاهو دیدار میکنه، همینطور که بقیه سران خاورمیانه رو میبینه. بنابراین معتقدم که رابطه بین عربستان سعودی و اسرائیل هم در این روند مفیده. معنیش نیست که الزاماً و به طور کامل برای ایران یا فلسطینی‌ها خوبه، ولی نکته اصلی اینه که باب یک گفتگو باز شده و گفتگوهای بین عربستان سعودی، مصر و آمریکا که مذاکرات سطح بالایی هم هست. خب شاید دلیلش این باشه که الان دشمن مشترکی به اسم ایران دارن. بله باهاتون موافقم، در حال حاضر این چیزیه که اونها رو به هم پیوند میده. اما کار ما در بریتانیا برای اینه که بتونیم با همه روابط خوبی داشته باشیم، اینکه مطمئن شیم اون پیوندها در شاخه ها و زمینه های دیگه ای هم شکل می گیرن و محکم میشن. باید دوباره برگردیم به موضوعی که قبلا گفتم. ما تحت هیچ شرایطی حاضر نیستیم شاهد جنگ شیعه و سنی باشیم. این کاملا روشنه و ما قطعا طرف هیچ کدوم رو نمی گیریم. شما توی کتابتون با قاطعیت گفتین که بریتانیا نباید در این زمینه طرفی هیچ کدوم رو بگیره. آیا نشونه از جهت‌گیری بریتانیا دیدین که ناچار شدین در موردش هشدار بدین؟ نه، فکر نمی کنم این طور باشه. موضع دونالد ترامپ در این مورد ما رو اذیت کرده، ولی خب انگیزه و دلیلش برای این موضع گیری رو هم درک می کنیم و معتقدیم در خیلی از موارد نقطه نظراتش در مورد دخالت های ایران درسته. حتما یادتون میاد که درست از زمانی که پوتین درخواست بشار اسد برای کمک و مداخله نظامی رو پذیرفت سال 2015 بود و احتمال سقوط دمشق خیلی خیلی جدی شده بود. از همون موقع روسیه به یک بازیگر جدی تبدیل شد. اوباما باید همون موقع به پوتین میگفت ما کاملا میفهمیم که چرا میخوای دمشق رو نجات بدی. این کار دستیابی به صلح فراگیر رو آسان‌تر میکنه و مانع قدرت گرفتن یک نیروی شبه نظامی میشه. اون موقع داعش در حومه‌های دمشق حضور داشت. تازه همین اواخر از اونجا بیرون رونده شده.
اوباما باید میگفت در مقابل ما هم حق دفاع از حلب و اطمینان از اینکه اونجا نابود نمیشه رو برای خودمون حفظ میکنیم. این کار از نظر بعضی ها تقسیم کشور میومد، اما در واقع باعث میشد کشوری که به شدت نیاز به کمک داشت از دو طرف حمایت بشه و نه فقط از یک طرف. اون اتفاق نیفتاد، ولی در مجموع ما در مورد مقابله با داعش همکاری های خیلی خوبی داشتیم و نیروهای نظامیمون با هم در تماس بودند و از جمله از طریق سوریه با نیروهای ایرانی هم ارتباطاتی شکل گرفته بود. بنابراین همکاری علیه داعش در سوریه موفقیت آمیز بود. اما الان داعش کجاست؟ در صحرای سینا، در لیبی، در خیلی مناطق دیگه و همینطور در افغانستان. افغانستان خیلی جالبه چون جایی که ایران در مقاطع مختلف خیلی مفید بوده و کمک کرده. اما آمریکا هیچ وقت به درستی قدر کمک‌های ایران رو ندونست. در یک موقعیت خاص کمی بعد از 11 سپتامبر ایران میتوانست کمک زیادی در زمینه افغانستان بکنه و پیشنهاد همکاری هم داد، ولی آمریکا رد کرد و خب این اشتباه جورج بوش بود. برگردیم سر توافق اتمی یا برجام. فکر میکنید بریتانیا بعد از برگزیت میتونه همچنان به برجام متحد بمونه؟ اون هم با در نظر داشتن اینکه بعد از برگزیت امریکا از نظر اقتصادی برای بریتانیا خیلی خیلی مهم میشه. Considering that probably after Brexit the American become very prominent economically for Britain to rely on. نمیتونم با اطمینان کامل در این مورد حرف بزنم، چون در هر صورت آمریکا برای بریتانیا اهمیت خیلی زیادی داره و از مدت‌ها پیش هم همینطور بوده. هرچند بعضی‌ها این موضوع رو انکار می‌کنن و میگن تنها رابطه مهم برای ما ارتباط با اروپا است. من طرفدار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هستم چون می‌خوام بریتانیا سیاست خارجی خودش رو داشته باشه. در این مورد با هنری کیسینجر هم صحبت کردم. او هم به گروهی از دانشگاهی‌ها و سیاست‌پردازهای آمریکایی که متنی را در دفاع از باقی موندن بریتانیا در اتحادیه اروپا امضا کردند نپیوست. اون هم طرفدار اینه که بریتانیا در زمینه سیاست خارجی حرف و صدای خودش رو داشته باشه. سیاست خارجی بریتانیا همیشه هم درست نبوده، ولی به نظرم در مجموع همیشه نقش مهم و خوبی در سیاست جهانی داشتیم. دست کم در طول عمر من. خیلی نمیتونم در مورد دوران قبل از خودم قضاوت کنم. بله، ما هم اشتباهاتی کردیم، ولی نه خیلی زیاد. و هیچ یک از دولت‌های بریتانیا به دنبال تغییر رژیم در ایران نبودند. حتی همون موقع که من توی دولت بودم، میدونستم که شاه اگرچه رهبر قدرتمندیه، ولی نمیتونه دوام بیاره. ولی تونی بلر در مقطعی بحث اقدام نظامی علیه ایران رو مطرح کرده بود. خب از نگاه من ایده های تونی بلر در زمینه سیاست خارجی خطرناک، فکر نشده و بیهوده بود. اصلا در جایگاهی نبود که بخواد بحث بمباران ایران رو مطرح کنه. در مقطعی که اسرائیل با شدت و حدت دنبال این کار بود، تونی بلر یکی از معدود رهبران غربی بود که از این ایده حمایت می‌کرد. این کار دیوونگی بود. بلر اشتباهات خیلی بزرگی تو افغانستان و به خصوص عراق کرد. ولی خودش فکر می‌کنه هنوز قدرت رو در دست داره. در حالی که مثلا برگزیت رو در نظر بگیر، راستش خیلی از ماها دوست داریم که بلر در مورد برگزیت سخنرانی کنه. چون در عمل باعث محبوبیت بیشتر برگزیت میشه. یه جورایی شبیه سفر اوباماست. اواسط کارزارهای تبلیغاتی رفراندوم بود که اوباما به بریتانیا اومد و یهو میزان حمایت از برگزیت در نظرسنجی ها بین 3-5% بالا رفت. مردم از دخالت دیگران در سیاست خارجیشون خوششون نمیاد. روابط بین الملل مستلزم صبوری زیاده. باید به دولت‌ها فرصت داد و فهمید که چی میگن. ما دولت‌های دیگه‌ای رو چه منتخب باشند یا نه انتخاب نمی‌کنیم. ولی باید با این موضوع با فروتنی برخورد کنیم. وقتی مشخص شده بود که در ایران داره انقلاب میشه، من این واقعیت رو پذیرفتم. هرچند که پیش‌بینی می‌کردم که هم از نظر حقوق بشر و هم از باب و ثبات مشکلات زیادی پیش خواهد اومد و هر دو این مسائل هم اتفاق افتاد. ولی حالا در شرایطی هستیم که ایران تونسته به تهدیداتی که از طرف عراق علیه مرزهاش وجود داشت غلبه کنه. دیگه صدام حسین در قدرت نیست و عراق یک نخست وزیر شیعه داره. بنابراین دیگه ایران نمیتونه ادعا کنه که داره تهدید میشه.
پس دلیل این حضور نظامی گسترده در سوریه و لبنان چیه؟ دلیلش اینه که دست کم گروهی از فرماندهان نظامی و تعدادی از رهبران مذهبی ایران دنبال جنگ با اسرائیل هستند. بنابراین ایران باید یاد بگیره که تا حدی با اسرائیل کنار بیاد. اسرائیل هم همینطور باید کمی شکیبایی یاد بگیره و البته سایر کشورهای خاورمیانه. دقیقاً به اسرائیل اشاره کردیم. یه دقیقه بیشتر وقت نداری ولی ناچرم این سوال رو ازتون بپرسم، چون فصل بزرگی از کتابتون رو به خاورمیانه اختصاص دادید. آیا چشم‌اندازی برای راه حل دو کشوری می‌بینید؟ اونم در شرایطی که دیگه کسی اسمی ازش نمیبره و خیلی معتقدن این ایده دیگه تموم شده. فکر میکنم آمریکا، عربستان سعودی و مصر هنوز میخوان طرح دو کشور رو زنده نگه دارن و اگه موفق نشن دیگه این ایده به کلی از دست رفته است و این ایده امتیازاتی داره، ولی به گمانم ایده یک کشور واحد هم برای اسرائیلی ها قابل قبول نیست، چون به نظرم آمادگی اجرای وظایفشون در زمینه برخورد یکسان با همه شهروندانشون رو ندارن و در نتیجه این ایده منجر به شرایطی مشابه آپارتاید میشه. معتقد نیستم که شرایط فعلی اسرائیل مشابه آپارتایده، ولی راه حل یک کشوری نیازمند اینه که در اسرائیل دولتی حاکم باشه که به شهروندان عرب و اسرائیلی حقوق کاملا برابری بده. به نظرم دولت فعلی و به خصوص نتانیاهو اصلا حاضر به همچین کاری نیست. به نظرم اگه قرار باشه راه حل یک کشوری اجرا بشه، قاعدتا شانس تحققش در زمان یک دولت چپگرا بیشتره تا راستگرا. و خب در حال حاضر جناح چپ اسرائیل همچنان طرفدار راه حل دو کشوریه. از طرف دیگه ترامپ از جهاتی نگاه معقولی به مذاکرات داره. خیلی ها به خاطر انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس ازش عصبانی هستند. همه رئیس جمهورهای قبلی، اوباما، کلینتون، بوش، هر دوباره که میخواستن رأی بیارن به رأی دهنده ها میگفتن که این کار رو خواهند کرد. ترامپ به این وعده عمل کرد و این موضوع دیگه تموم شده است و دیگه قرار نیست در موردش مذاکره بشه. بنابراین راه برای باقی مذاکرات هموارتر شده. خب البته این موضوع متاسفانه آثار بدی هم داشته، از جمله کسایی که در اعتراضات جونشون رو از دست دادن، ولی در مجموع حالا که این مسئله تموم شده مذاکراتی با شرایطی برابرتر از قبل محتمل تره. سفارت آمریکا به بیت المقدس منتقل شده و سفارت‌های بیشتری به اونجا خواهند رفت. لورد اوین، خیلی‌ها میگن اگه مسئله اسرائیل و فلسطین حل بشه خیلی از مشکلات دیگه خاورمیانه و از جمله حضور ایران در منطقه و حتی دشمنی ایران و اسرائیل هم حل میشه. آیا شما با این نظر موافقی؟ کاملا، و به همین دلیلی که معتقدم باید راه حلی برای خاورمیانه پیدا بشه و البته بحث هسته‌ای هم در کنارش مطرح بشه. ممکنه به جایی نرسه ولی باید بخشی از راه حل نهایی باشه، راه حل نهایی که ترامپ باش کنار بیاد و بپذیره. همه چیز قابل مذاکره است و همه کشورهای خاورمیانه هم سر میز مذاکره حاضرند و کلید اصلی جمع کردن همه سر یک میز دست پوتین و ترامپه. پوتین جایگاه قدرتمندی برای خودش دست و پا کرده. ممکنه اسد همیشه به خواسته‌هاش عمل نکنه، ولی مجبوره که بهش گوش کنه. دیوید اوین، خیلی از حضورتون در برنامه ممنون. لذت بردم، من هم ممنونم.